سالگرد قیام 1401 یادآور خروش ملت ایران علیه استبداده که با قتل مهسا یا ژینا امینی دختر مظلوم کرد به دست گشت ارشاد آغاز شد. این قیام به عنوان یکی از بزرگترین جنبش‌های مردمی علیه دیکتاتوری ولایت فقیه نقطه عطفی در مبارزات آزادی‌خواهانه مردم ایرانه. امروز تو این برنامه ابعاد مختلف این قیام و تأثیر اون بر جامعه ایران رو مورد بررسی قرار میدیم. همراه میشیم با آقای حسین پارسا تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای پارسا، به شما سلام، خوش آمد میگم. ممنون که وقتتون رو به ما دادین و همراه ما هستین. منم سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی خوشحالم که این فرصت به من دادید در رابطه با سالگرد قیام با هموطنان صحبتی داشته باشیم. بله، درود بر شما. آقای پارسا، به نظر شما چه عواملی باعث شد که این قیام 1401 به یکی از بزرگترین قیام‌های مردمی تو تاریخ ایران تبدیل بشه؟ بله، ابتدا من درود میفرستم به 750 شهید این قیام که خون خودشونو نثار راه آزادی و شرف مردم ایران کردن. بخوام اشاره به این موضوع که گفتین بکنم، این قیام در چنین روزی، یعنی 25 شهریور سال 1401، به دنبال شهادت زنده یاد مهسا امینی که توسط نیروهای سرکوبگر به اصطلاح نیروی انتظامی اتفاق افتاد و به صورت یک قیام سراسری عمیق و گسترده و حماسی شروع شد و به این ترتیب جامعه ایران وارد یک دوران نوینی کرد. باید تأکید کنم که این یک قیامی بود که از ابتدای این حکومت آخوندی و دیکتاتوری آخوندی تو چشمنداز این جامعه و جامعه انفجاری ایران بود و حتی بخوام به شروع مسئله اشاره کنم، حتی خود خمینی دجال و ملعون به خوبی این وضعیت رو پیش بینی کرده بود. یه جمله همون موقع گفته، خوبه که به اون اشاره کنم. بله. میگه بترسید از آن روزی که مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست و یک انفجار حاصل شود. از آن روز بترسید. آن روز دیگر قضیه این نیست که برگردیم به 22 بهمن. قضیه این است که فاتحه همه ما را میخوانه. میخوام بگم این قیام سراسری 401 واقعا یکی از باشکوهمندترین و عظیمترین جنبش ها و خیزش هایی بود که تو ایران برای چند ماه تداوم پیدا کرد و در واقع یک جرقه بود که به خشم و نفرت انباشته جامعه زده شد و یک چنان حریقی ایجاد کرده که هنوز هم تا سوزاندن تمام وجود این رژیم، تمام جهل و جنایت حاکم به این جامعه مطمئنم خاموش نمیشه. باید بگم تو این دو سال اون چیزی که تو فضای سیاسی ایران ادامه داشته، نتیجه فعال شدن پی در پی گسلهای گوناگون، بحرانهای بیشماری بود که رو هم انباشته شده بود. از جمله باید اشاره کنم به مجموعه قیام‌ها و وقایعی که از قبل اتفاق افتاده. به ویژه شما نگاه کنید به دی 1396، آبان 98، هزاران حرکت و اعتراض شورشی در ابعاد کلان در اعتراض به همین سرکوب عمومی و به طور مشخص سرکوب زنان و در اعتراض به وضعیت اقتصادی اجتماعی و فقری که آخوندها به جامعه حاکم کردن وجود داشت. در واقع این قیام آتش زیر خاکستر همان کشتارهای سبوانه دهه 60 بود، همان قتل عام زندانیان سیاسی زرموزه در سال 67. در واقع آتش زیر خاکستر سرکوب قیامهای دهه 70 که توی مشهد، قزوین، بوکان، عراق، زنجان، تهران همان تیر 78 اتفاق افتاد و همان قیام های سال 88 و 89. یعنی بخوام واقعی تر بگم، ادامه همان آتش فشانی است که تو قیام بنیانکن 98 و 96 سرباز کرده.
در واقع سال 1401 قتل مهسا امینی فقط به عنوان یک نماد از ظلم و ستمی است که این آخونده علیه زنا ایجاد کردن و این خشم و اعتراض مردم و این به اصطلاح قتل باعث شد که برانگیخته بشه. زنان و مردان میهنمون قهرمانانه اومدن به صحنه و قیام کردن و در واقع با این کارشون شاکله فاسد، غارتگر، تبهکار، مرتجع ولایت فقیه یعنی همون خامنه ای رو با تمام سرکوبگری وحشیانش مورد حمله قرار دادن و به مبارزه طلبیدن. از همون اولین روز که جرقه این قیام زده شد، یعنی شبانگاه 25 شهریور که مردم اومدن تو خیابون، اولین فریادشون مرگ بر دیکتاتور بود، مشخصا مرگ بر خامنه ای بود. یعنی این یک پیامی بود که جنبش مردممون، جنبش توده های مردم به اصطلاح به سراسر دنیا اعلام کرد و مخابره شد. تو این قیام هم شما نگاه کنید مشخصا رسانه های اجتماعی، اینترنت خیلی مؤثر بود، از سازماندهیش، هماهنگیش نقش مشخصی را ایفا کرد. مردم از طریق همین پلتفرما بودن که تونستن اطلاعات به اصطلاح قیام و حرکت هاشون رو به سرعت منتشر کنن، اعتراضات و حرکت هاشون رو با هم هماهنگ کنن و در نهایت بخوام بگم این قیام نشون داد مردم ایران به حقوق خودشون آگاهن و ازش کوتاه نمیان و حاضرن برای رسیدن به آزادی و عدالت به هر وسیله مبارزه خودشون رو ادامه بدن و بهای اون رو بپردازن. و کلن بخوام بگم تو این قیام شما دیدین مردم با 750 شهید به یکی از بزرگترین و طولانیترین قیام های خودشون تو تاریخ ایران دست زدن. و بد نیست اینجا به پیام روز قبل خانم مریم رجوی که تو تظاهرات استکهلم به اصطلاح این پیامو دادن اشاره بکنم. تو قسمتی از اون پیام خانم رجوی میگن که قیامی که به گسترده ترین صورت نشان داد که رژیم در موقعیت سرنگونی است و با صدای بلند گفت که دیکتاتوری به هیچ شکلی و با هیچ اسمی در ایران جایی ندارد و قیام کنندگان در سراسر ایران فریاد کشیدند مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. بله آقای پارسا، من می‌خواستم مشخصا امروز چون 25 شهریوره و در واقع روزی هستش که مهسا امینی یا ژینا امینی در واقع مظلومانه جان باخت، نگاهی بکنیم به نقش مشخص اون در آغاز این قیام و خلاصه اینکه چگونه جان باختنش باعث یک جرقه‌ای برای این قیام گسترده شد. بله، اگه بخوام به این موضوع اشاره کنم اول باید شما یه نگاهی بکنید به پروسه امر. از قیام 96 تا همون 25 شهریور 1401 آمارهایی که توی رسانه ها وجود داره نشون میده بالغ بر 30,000 حرکت قیام و اعتراض تو ایران اتفاق افتاده که عدد کمی نیست. بله، بسیار تکون‌دهنده است. بله. این بیانگر یک جامعه است که یه جامعه جوشان و پرتضاده و تو این جامعه که چنین وضعیت داره یک دفعه قتل مهسا امینی یه جوان کرد اتفاق میفته و این یک بهانه میشه که مردمی که در این شرایط هستن به خیابونا سرازیر بشن و به این ترتیب مهسا به عنوان یک نماد از مقاومت و مبارزه مردممون علیه سرکوب و ظلم حکومتمون تبدیل میشه. یعنی در واقع این یک جرقه میشه برای گسترش تعمیق همون 30,000 اعتراض مردمی که تو چند سال گذشته بود به اصطلاح تبدیل به این جرقه میشه. مردم به خیابونا میان، شبانه از پشت بوما فریاد میزنن و همینطور در کنار شما نگاه کنین کانونای شورشی تو یه مدت خیلی کوتاهی بیش از 1500 عملیات انجام میدن و
در واقع این حرکت و این جرقه ای که شهادت مهسا ایجاد میکنه خواب از چشم سرکوبگرا در واقع میروباید و اونا رو به تلاطم میندازه. آقای پارسا، نگاهی هم بکنیم به واکنش حکومت به این اعتراضات گسترده‌ای که بود. این واکنش حکومت رو شما چطور دیدین؟ چه اقداماتی برای سرکوب قیام انجام دادن؟ بله، اقدامات سرکوبگرانه‌ای که توی قیام 401 خامنه ای انجام داد کاملا متفاوت بود با قیام سال 1398. یعنی خامنه ای اومد برای اینکه خودش دور کنه از پیامدهایی که توی 98 گریبانگیرش شده بود، یعنی 98 اومد یه قتل عام خیابونی کرد و پشترش مسائلی که ایجاد کرد خب کم نبود براش. به همین دلیل این بار اومد تلاش کرد حتی المقدور شلیک نکنه، آتش به جمعیت باز نکنه و یا به حداقل رسوند این مسئله رو. ولی به جای اون اومد دستگیری های گسترده رو تو دستور و کار خودش قرار داد. دستگیری های گسترده ای که چند ده هزار نفر رو دستگیر کردن و به این ترتیب تلاش کردن قیام رو سرکوب کنن. این دستگیری ها با در کنارش اقدامات و شکنجه های جسمی و روانی و مسموم سازی های زیادی رو انجام دادن، به طوری که خیلی از این دستگیر شده ها تعداد خیلی زیادیشون بعد از آزاد شدن جونشون از دست دادن، یا حتی بعضی از این دستگیر شده آزاد شدن داروهایی بهشون تزریق شده که دچار کوری دارن میشن. رژیم با این کارش حتی مدعی شد که اینا دارن خودکشی میکنن، ولی کسی باورش نداشت. یا به طور مشخص شما نگاه کنید آمارایی که اون موقع اعلام شد، به طور رسمی اون موقع قیام به اصطلاح دستگیر شدگان قیام رو 30,000 نفر اعلام کردن. این مسئله بعداً تو خود رسانه های حکومتی هم تایید شد و بهش اعتراف کردن. و از طرف دیگه هم بخوام اشاره کنم به کار به اصطلاح روش های سرکوبی که دیگه پیش بردن، دستگیری حداقل 3,626 نفر از کانونهای شورشی هستش که اینا الان جزء ناپدید شدگان محسوب میشن. در واقع بخوام اینا بخشی از اقدامات سرکوبگرانه تو قیام 401 بود که هنوزم ادامه داره. بله آقای پارسا، خوبه تو این فرصت نگاهی هم بکنیم به نقش برجسته‌ای که زنان توی این قیام داشتند و اینکه واقعا صدای اونها به همه جهان رسید و شنیده شد و همه میگفتن که لیدری رو به عهده داشتن. تو این رابطه هم از شما بیشتر بشنویم. بله، خیلی خوبه به این مسئله اشاره کردین. تو این قیام زنان نقش پیشتاز در واقع داشتن. البته این چیزی نبود که فل بداهه باشه، این محصول ستم مداوم جنسیتی است که شاه شیخ به زنای مملکت ما اعمال کرده و از طرفی محصول نقش زنایی است که به عنوان پیشگامان جنبش انقلابی الان 14 هست جلو آخونده وایسادن. در واقع بخوام بگم این ریشه‌داری و اصالت و سابقه مبارزاتی زنان مملکت ما را نشون داد و در این وسط تونست این حرکت زنا تو این قیام فرصت طلبی و انحراف، یعنی فرصت طلبی انحراف ضد مذهب و حجاب را که راه افتاده بود و داشت شکل می‌گرفت و موضوع قیام را به سود رژیم حتی داشت پیش می‌برد، با شعار چه با حجاب چه بی حجاب پیش به سوی انقلاب تونست پس بزنه. یعنی این همبستگی زنا در طول این قیام و نبردشون با رژیم زن ستیز کاملا تثبیت شد و به طوری که ما در همون از همون ابتدای این قیام شاهد بودیم، زنای روشنفکر، هنرمند، دانشگاهی، ورزشکار در کل این پروسه شرکت داشتن و حتی تو دو هفته اول خیزش انقلابی شما نگاه کنین آمار شهدامون بود 90، عکس تعداد زیادی از اونها زنان بودن و به طور مشخص نقش زنان رو بخوام بگم علاوه بر شرکتشون به عنوان رهبران و سازماندهان به اصطلاح این قیام شرکت داشتن و خود این زنان با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و اینترنت اعتراضات رو با هم هماهنگ می‌کردن، سازماندهی می‌کردن و به این وسیله تونستن صداشون رو به گوش دنیا برسونن و با شجاعت و اراده‌ای که تصاویر خیلی از اونها رو شاهد بودیم در مقابل نیروهای امنیتی ایستادن و نشون دادن که چجوری برای حقوق خودشون دارن مبارزه میکنن
و بهای اونو با همین شهیدا میپردازن. آقای پارسا، بازتاب این قیام 1401 رو در مقطع طولانی که البته ادامه داشت در جامعه بین المللی چطور دیدین و مشخصا قتل مهسا امینی رو؟ واکنش بین المللی این قیام که خیلی گسترده بود و قابل توجه بود، از همون ابتدا بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری، حتی دولت‌ها، شخصیت‌های بین المللی این واقعه رو محکوم کردن، خواستار پاسخگویی آخوندها شدن. حتی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همون موقع این قتل و اهانت مفتزهانه و هولناک به حقوق بشر اسم برد و از حکومت آخوندها خواست که به سرکوب زنها پایان بده. سازمان‌های حقوق بشری هم مثل عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، همه اینا تو اون موقع یادتون باشه به شدت این حادثه رو محکوم کردن. اغلب دنبال تحقیقات مستقل شفاف سر این قتل بودن. این سازمان‌ها تلاش کردن فشار بیشتری به حکومت وارد کنن که حقوق بشر رعایت کنه و این واکنش‌ها همچنان ادامه داشته و جامعه بین المللی همچنان از حقوق بشر و عدالت تو ایران بعد از اون حمایت کردن و این وضعیت نشون داده که به اصطلاح فشار بیشتری از این طریق ما میتونیم به حکومت وارد کنیم و این محکومیت ها تا حتی امسال ادامه داشته. شما نگاه کنید همین امسال روز 23 شهریور یک گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل تو 11 صفحه سر قتل مهسا امینی و قیام 1401 داده. تو قسمتی از اون اینطوری داره مطرح میکنه: میگه که به دنبال کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، به اصطلاح میگه این قیام به دنبال بازداشت مهسا امینی و قتلش توسط گشت ارشاد شلوشگه و میگه که تلاش های خودشونو برای سرکوب حقوق بنیادین زنان و دختران و نابودی باقی مانده فعالیت زنان ارگان‌های حکومتی شدت بخشیدن و از آخوندها میخواد که فوراً تمامی به اصطلاح اعدام‌های معترضان و به اصطلاح مجازات‌ها را متوقف کنه و استفاده از مجازات اعدام را لغو کنه. این به اصطلاح قسمتی از همین اطلاعیه 11 صفحه‌ای است که اخیراً یعنی دو روز پیش صادر شده. بله. حالا آقای پاسا، می‌دونیم که الان جامعه ایران جامعه ملتهبیه و بسیار هم توی این مدت، یعنی حتی بعد از قیام 1401 از رژیم میشنیدیم تو رسانه‌هاشون که خلاصه هشدار میدادن که خلاصه این آتش زیر خاکستره و هر آن ممکنه که دوباره قیام بزرگتری از قیام 1401 شکل بگیره. می‌خواستم اگه نگاهی بکنیم به تجربیاتی که قیام 1401 برای ما و مردممون داشت، چطور میشه از تجربیات اون قیام استفاده کرد برای وضعیت ملتهبی که در پیش روی جامعهمون وجود داره و مردم بخوان از تجربه قیام 1401 استفاده کنن؟ قیام 1401 کلن روی مبارزات مردم ایران خیلی تأثیر عمیق داشت، تأثیر کیفی و استراتژیک در واقع میشه گفت. مردم مشخصا اومدن با تأکید بر شعارهای نشاه نشیخ تمامیت دیکتاتوری به هر لباس رو نفی کردن و هر گونه فرصت طلبی رو تو بهره برداری از خون شهدا افشا کردن، نشون دادن انقلاب دموکراتیک ایران این بار صاحب داره و در واقع با شعار سر خم قدغن نشون دادن که کوتاه در مقابل هیچ دیکتاتوری کوتاه نمیان و این تجربه رو امروز ما با کانونای شورشی که تنها راه نجات مردم ایران هستند داریم میبینیم و یک مبارزه آتشین و جدی الان امروز کانونای شورشی دارن پیش میبرن و این در واقع نتیجه و تجربه اصلی قیام 1401 برای ما و همه مردممون هست. بله. و به عنوان آخرین سال، اگه از شما بخوایم که پیامی اگه داریم به مردم ایران و همینطور خواسته ای که از جامعه بین المللی در سالگرد این قیام وجود داره بگین، چی میگین آقای پارسا؟ بله.
پیامی که به مردم ایران در این ایام وجود داره و ایام قیام 1401، در واقع مردم خودشون نشون دادن که قدرت واقعی دو دست خودشونه. یعنی با اون شجاعت و اراده ای که به صحنه اومدن در برابر سرکوب و ظلم به اصطلاح ایستادن، یک امید و اراده را تو جامعه ما نشون دادن که میشه این جامعه را تغییر داد، میشه این حکومت رو کنار زد. و در واقع حرکتی که تو این قیام انجام گرفت الهام بخش نسل‌های آینده ما شد و نشون داد برای حقوق بشر، عدالت و برابری هیچ مبارزه هرگز بی ثمر نخواهد بود. امروز هم همه مردممون با فریاد همون شعارهای شهیدانمون دارن میرن که دودمان این دیکتاتوری رو با آتش در مقابل آتش خاکستر کنن. و در این بین هم باید به جامعه بین المللی گفت که نباید از حمایت مردم ایران و حقوق بشر در ایران و عدالت کوتاه بیان و اونو متوقف کنند، چرا که قیام 401 نشون داد مردم ایران نیازمند حمایت و همبستگی جهانی هست و باید دولت ها مماشات کنار بذارن و باید تسلیم خواسته مردم ایران بشن. سازمان های بین المللی و دولت ها باید نقض حقوق بشر رو تو ایران محکوم کنن و جلوگیری کنن. از مردم ایران تو مبارزشون برای آزادی و عدالت حمایت کنن و این حد اقلیست که در عنایت به حقوق مردم ایران باید به انجام برسونن. بله، بسیار سپاسگزارم از شما آقای حسین پارسا که تو این برنامه همراه ما بودین و ممنون از همه نکاتتون. من هم تشکر میکنم که این فرصت به من دادین. با تشکر از شما. درود بر شما.